انواع صرافی های مناسب کاربران ایرانی و خدماتشون. برای فعالیت در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو نیاز به یه واسطه‌ای به نام صرافی داریم که خرید و فروش و ترید هامون رو از طریق اون انجام بدیم. تو این ویدیو قصد داریم صرافی های داخلی و خارجی برتر رو بهتون معرفی کنیم. اگه هم به دنبال جایگزینی برای صرافی بایننس هستید تا پایان همراه ما باشید. سلام، به کانال پرشین تریدر خوش اومدید، جایی که تریدرهای موفق برای بروز نگه داشتن اطلاعاتشون در مورد بازار به سراغش میان. اگه دوست دارید همیشه آموزش‌های بروز ما رو ببینید، با لایکاتون از ما حمایت کنید و کانال یوتیوب ما رو برای دونستن اخبار و مطالب بروز سابسکرایب کنید. با روشن کردن زنگوله میتونید اولین نفری باشید که ویدیوهای آموزشی ما رو تماشا میکنه. ابتدا به سراغ صرافی‌های ایرانی میریم. صرافی‌های ایرانی عمدتاً محیط مناسبی برای ترید کردن و نوسان گرفتن نیستن و بیشتر برای خرید و فروش و انتقال رمزارزها مورد استفاده قرار میگیرن. اگه به دنبال صرافی برای ترید کردن هستید و نمیخواید از بایننس استفاده کنید، باید از صرافی‌های خارجی که در ادامه خواهیم گفت استفاده کنید. صرافی‌های داخلی مختلفی وجود داره که از نظر ارائه خدمات تفاوت‌های قابل توجه و مهمی دارن. اولین صرافی داخلی که قصد معرفیشو داریم، صرافی نوبیتکسه. نوبیتکس یکی از اولین ارائه دهنده های خدمات خرید و فروش رمزارزها در ایرانه که حتی قابلیت ایجاد حساب ترید رو هم داره. اما نکته مهم برای تریدرها در انتخاب صرافی مناسب بحث حجم معاملاته. طبیعتاً اکثر تریدرهای ایرانی در صرافی های خارجی مشغول به فعالیتن و حجم بخش تریدینگ این صرافی چندان مناسب ترید کردن نیست. بخش ترید نوبیتکس از خرید و فروش معمولی جداست. در بین صرافی‌های ایرانی، نوبیتکس در کل حجم معاملات بالایی در بخش خرید و فروش داره. رابطه کاربری و پشتیبانی سریع این صرافی از نقاط قوت اون در مقایسه با سایر صرافی‌های داخلیه. اما یکی از ایراداتی که به بسیاری از صرافی‌های بزرگ داخلی وارده، اینه که تنوع رمز ارز پایینی دارن. نوبیتکس از رمزارزهایی مثل بیتکوین، بیتکوین کش، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، ترون، ریپل، آیاس، بی ان بی، یونی سواپ، دای، چین لینک، استلار، تتر و اتریوم کلاسیک پشتیبانی میکنه. واریز و برداشت در این صرافی هم به شکل رمزارز و هم به صورت ریالی انجام پذیره. میزان کارمزدها در این صرافی 0.25 الی 0.35 درصده که این عدد برای حساب تریدینگ 0.1 درصده. برای ثبت نام در این صرافی باید مراحل احراز هویت رو پشت سر بذارید و هر چی سطح احراز هویت شما بالاتر باشه، سقف برداشت و واریز ریالی برای شما بیشتر خواهد بود و از امکانات بیشتری هم برخوردار خواهید شد. اگه به دنبال صرافی داخلی با تنوع رمزارزهای بیشتری هستید، بیت 24 یکی از صرافی‌های ایرانیه که از خرید و فروش بیش از 180 رمزارز پشتیبانی می‌کنه. این صرافی هم در 3 مرحله احراز هویت انجام میده و بعد از اون میتونید به خرید و فروش در این صرافی بپردازید. امکان واریز و برداشت ریالی در این سایت هم وجود داره. یکی از ویژگی‌های این صرافی اینه که شما میتونید رمزارزهاتون رو به صورت فوری به خود این صرافی بفروشید. پشتیبانی و سرعت انتقال و تسویه بالا از مزایای این صرافی به شمار میره. عدم وجود ابزار تحلیلی و نداشتن اپلیکیشن نسخه iOS و دسکتاپ از معایب این صرافی به شمار میره. اما یکی از صرافی‌های داخلی که محبوبیت اون در بین کاربران ایرانی در حال رشد، صرافی اوکی اکسچنج. البته این صرافی با انتقادات زیادی هم مواجه بوده، از جمله تأخیر در بروزرسانی‌های سایت، ولی همچنان یکی از گزینه‌های محبوب برای کاربران ایرانی به شمار میره. این صرافی از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به صرافی‌های بایننس و کوکوین داره. بخش ترید این صرافی کاملترین نسخه موجود بین صرافی‌های داخلیه،
اما مشکل حجم معاملات بخش ترید برای این صرافی هم وجود داره. کارمزد این صرافی تقریبا ثابت و حدود 0.2% که نسبت به سایر رقبای داخلی خودش عدد کمتری محسوب میشه. صرافی‌های داخلی نسبت به همتایان خارجی خودشون امکانات محدودتری دارن و در این حال بحث حجم معاملات و البته مسائل قانونی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی هنوز درباره این صرافی‌ها مطرحه. صرافی‌های داخلی دیگه‌ای مثل ولکس، اکس‌کوینو، کریپتولند و بسیاری دیگه هم هستن. پیشنهاد ما اینه که برای فعالیت در هر صرافی، چه ایرانی چه خارجی، حتما خودتون تحقیق کنید تا بهترین صرافی رو که مناسب شما باشه انتخاب کنید. اما بریم سراغ صرافی‌های خارجی مناسب برای کاربران ایرانی. اولین صرافی که قصد معرفی اون رو داریم، صرافی کوکوینه. بعد از مسائلی که در مورد بایننس و کاربران ایرانی پیش اومد، تعداد زیادی از کاربران ایرانی بایننس تصمیم به مهاجرت از این پلتفرم گرفتن که درصد قابل توجهی از این افراد وارد صرافی‌های کوکوین و کوینکس شدن که در ادامه این صرافی رو هم معرفی خواهیم کرد. صرافی کوکوین نسبت به بایننس امکانات و ویژگی‌های امنیتی بیشتری رو برای کاربران خودش در نظر گرفته. از جمله پسورد منحصر به فرد برای بخش فیوچرز و اسپات، ایجاد کد شناسایی ایمیل های دریافتی از سمت سایت برای مقابله با فیشینگ و مواردی از این دست. شاید تنها ضعف این صرافی نسبت به بایننس بخش فایننس اون باشه که مربوط به لانچ پد و استیکینگه. البته که حجم معاملات کوکوین هم نسبت به بایننس خیلی کمتره و این تفاوت در بخش فیوچرز و مارجین کمی بیشتر هم هست. کارمزد معاملات این صرافی تقریباً 0.1% از معامله است و رابط کاربری ساده اون از نقاط قوت و مزایای این صرافی به شمار میره. نکته‌ای که وجود داره اینه که این صرافی مثل اغلب صرافی‌های بازار کریپتو ایران رو تحریم کرده و برای ثبت نام و فعالیت در این سایت باید از ایمیل و VPN با IP ثابت یا VPS استفاده کنید. کوکوین از سایت کوین مارکت کپ امتیاز 8.4/10 را گرفته و در رده 6 برترین صرافی‌های بازار کریپتو قرار دارد. یکی دیگه از صرافی‌های خارجی که نزد ایرانی‌ها محبوبه، صرافی کوینکس. این صرافی با IP ایران مشکلی نداره، ولی پیشنهاد میشه برای ثبت نام و فعالیت از VPN یا VPS استفاده کنید و به جای شماره موبایل ایمیل خودتون رو وارد کنید. کوینکس از معدود صرافی‌های رمزارزهاست که زبان فارسی رو در تنظیمات سایت خودش قرار داده. کوینکس از لحاظ طراحی مشابه بایننس، ولی همونطور که اشاره شد، حجم معاملات در صرافی‌های غیر بایننس به نسبت پایین‌تره، ولی معمولاً مشکل خاصی ایجاد نمیشه. بخش‌های فیوچرز و مارجین در این صرافی وجود داره و میتونید از اونها استفاده کنید. جالبه بدونید که حدود 65% از کاربران این صرافی ایرانی هستند و کمتر از 10% کاربران این سایت در آمریکا فعالیت دارند. پشتوانه صرافی کوینکس استخر ماینینگ وایا BTC که یکی از بزرگترین استخرهای ماینینگ دنیا است. این استخر دومین استخر بزرگ بیت کوین و بزرگترین استخر استخراج بیت کوین کش به حساب میاد. کوینکس در رتبه 50 برترین صرافی‌های بازار کریپتو قرار داره و امتیاز 4.9/10 رو از سایت کوین مارکت کپ دریافت کرده. در مورد نمره پایین این صرافی قصد توجیه نداریم، ولی مواردی مثل حجم معاملات، ترافیک سایت و میانگین نقدینگی در این امتیاز تاثیرگذارن که با توجه به اینکه اکثر کاربران این صرافی از ایران و سایر کشورهای تحریم شده هستند، این امتیاز تعجب برانگیز نیست. آخرین صرافی که قصد معرفی اونو داریم، صرافی هوبی گلوباله که با امتیاز 8.9/10 در رتبه دومین صرافی برتر بازار کریپتو از دید سایت کوین مارکت کپ قرار داره. این صرافی یکی از امترین صرافی‌های بازار کریپتو به شمار میره که در سال 2013 در سنگاپور راه اندازی شد. یکی از مزیت‌های این صرافی ارائه یک کیف مناسب نرم افزاریه که از تعداد بسیار زیادی از رمزارزها پشتیبانی می‌کنه.
اما مشکلی در مورد این صرافی وجود داره، بحث ممنوعیت فعالیت کاربران ایرانیه که اگه موارد امنیتی مثل VPN با IP ثابت، VPS و قابلیت کیل سویچ مرورگرتون رو رعایت نکنید و سایت IP شما رو ایران تشخیص بده، احتمالاً با بلوکه شدن دارایی هاتون مواجه خواهید شد که در این شرایط برای برداشت دارایی هاتون باید با پشتیبانی سایت مکاتبه کنید. تنها مزیت فعالیت در این صرافی نسبت به بایننس، عدم سختگیری های مشابه بایننس برای شناسایی کاربران ایرانی و سایر کشورهای تحریم شده است. صرافی های خارجی دیگه مثل کراکن، FTX و بیتفینکس هم از جمله صرافی های برتر بازار هستند که بعضی از کاربران ایرانی بایننس بعد از مسائل پیش اومده به سمت اونا مهاجرت کردن. پیشنهاد ما اینه که قبل از فعالیت در هر صرافی، چه داخلی و چه خارجی، تحقیق و بررسی های لازم را انجام بدید و حتما موارد امنیتی و تغییر IP را جدی بگیرید. این بوده از معرفی انواع صرافی‌های مناسب برای کاربران ایرانی. خیلی ممنون ازتون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. امیدواریم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. نظرات و سوالاتتون رو تو بخش کامنت‌ها برامون بنویسید. تا یه ویدیو جذاب دیگه، خدا نگهدار.